بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، وقت شما بخیر. توجه نمایید به خبر ساعت 10 از تلویزیون تمدن. پنجمین سالگرد رحلت حضرت آیت الله العظمی محسنی رحمت الله علیه و شهادت دکتر اسماعیل هنیه از رهبران مقاومت اسلامی با حضور علمای شیعه و سنی در مدرسه علمیه صادقیه هرات بزرگداشت شد. مردم هرات ترور شهید اسماعیل هنیه را محکوم کرده و از ایشان به عنوان نماد مبارزه علیه ظلم و بی‌عدالتی یاد کردند. علمای دین همچنین با تاکید بر اخوت اسلامی و یکپارچگی امت اسلامی تاکید کردند که راهبرد حضرت آیت الله العظمی محسنی رحمت الله علیه در راستای وحدت جامعه اسلامی اثرگذار بوده و باید این راه با قدرت ادامه یابد. آنان خدمات و آثار بجا مانده از آکادمیسیان افغانستان را الگوی برای تلاش مضاعف خواندند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اعلام کرده که طی 3 سال گذشته 3 میلیون و 700 هزار مهاجر افغان به کشور برگشتند. این وزارت همچنین گزارش اخیری سازمان بین المللی مهاجرت در مورد ترک 8 میلیون شهروند افغان از کشور طی 3 تا 4 سال گذشته را رد کرده است. این وزارت افزوده شمار از نهادها برای جلب توجه حمایت کنندگان اطلاعات نادرست در مورد افغانستان نشر می‌کنند که تأثیر بد در پی دارد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفته برای اولین بار پس از 40 سال روند بازگشت سریع‌تر مهاجران داخل کشور صورت می‌گیرد. باشندگان ولایت قندوز و بلخ در امتداد دریای آمو میگویند هزاران جریب زمین زراعتی زیر آب این دریا فرو رفته. آنان میگویند به دلیل افزایش بارندگی ها سطح آب دریای آمو افزایش یافته و زمین های زراعتی زیاد در معرض خطر قرار گرفته است. مقام های حکومتی نیز تأکید میکنند که در اثر افزایش سطح آب دریای آمو نه تنها زمین های زراعتی و خانه ها ویران شده، بلکه علائم سرحدی میان افغانستان و سه کشور آسیای مرکزی نیز از بین رفته است. جنبش حماس اعلام کرد یحیی سنوار جایگزین اسماعیل هنیه و رئیس دفتر سیاسی این جنبش انتخاب شده. اسامه همدان یکی از مقامات حماس درباره روند انتخاب رهبر جدید این جنبش گفت انتخاب یحیی سنوار برای این پست با اجماع صورت گرفته و هیچ مخالف در این باره وجود نداشته است و همچنین تاکید کرد این موضوع نشان می‌دهد حماس از ماهیت صحنه آگاهی داشته و آقای سنوار هم همیشه در صحنه حضور دارد. انتخاب یحیی سنوار رهبر نظامی حماس به عنوان رهبر سیاسی جدید این جنبش واکنش‌های زیاد را برانگیخته. بانک دولتی پاکستان اعلام کرد که میزان صادرات این کشور به افغانستان با افزایش 4.1% در سال جاری مالی به 544 میلیون دلار رسیده است. بر اساس آمار این بانک همچنین واردات پاکستان از افغانستان 21% کاهش یافته و از 15 میلیون دلار به بیش از 11 میلیون دلار رسیده است. گفتنی است که سال مالی پاکستان از ماه جولای آغاز می شود. گزارش ها می رساند که افغانستان سال گذشته مقدار زیاد زغال سنگ به پاکستان صادر کرد، اما امسال صادرات زغال سنگ به پاکستان کاهش داشته است. و خبر اخیر این که حکومت سرپرست مالیات پمپ استیشن های نفت و گاز و رستوران ها را کاهش داد. معین وزارت مالیه میگوید مالیات انتفاعی هتل ها از 5% به 2% و مالیات ثابت پمپ استیشن های نفت و گاز به 0.3% کاهش یافته است. همزمان عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر در جلسه تخفیف مالیات از تمامی مالیات دهندگان خواست که مالیات را در وقت و زمان معین آن تحویل دهند. با پایان بسته این خبر این ساعت رسیدیم. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما خوبان. تا درود دیگر، بدرود.